قابلیت جدیدی دیگه ای که اضافه شده رفلکشنه شما اگر هر سطحی رو انتخاب بکنید توی موشن و بیاید توی قسمت پراپرتیزش اگر صحنه‌تون صحنه 3D باشه که قبلا توی آموزش قبلی توضیح دادیم که چطور میتونید این بکنید میتونید بیاید اینجا و غیر از تب شادوز که راجبش صحبت کردیم نه. شما غیر از اینکه توی هر لایت یا هر نوری یک قسمت شادو الان اضافه دارید توی هر جسمی هم یک قسمت شدو اضافه شده به این معنا که این جسم نور اگر میگیره سایه هم بده یا سایه نده یا فقط سایه بگیره که به این صورت شما اگر هر جسمی رو انتخاب بکنید میتونید بیاد اینجا اگر بگید کست shadow یعنی سایه هم سایه بده اگر بگید ریسیف و یعنی سایه بگیر به طور مثال این سطح ما چون اینجا کف زمین ماست نیاز نداره که سایه بده چون نمیخواد رو چیزی سایه بندازه ولی نیاز داره که سایه بگیره یا یکی پرتقالمون اگر شما اینجا رو نگاه بکنید توی قسمت البته لاک هست من آنلاکش بکنم توی قسمت شادوزمون ما اینجا داریم که کست شدو میکنه یعنی سایه میده و ریسیو شده سایه هم میگیره شما میتونید ریسیوش رو هم بردارید همطور که میبینید اتفاقی نمیافته چون از چیزی سایه نمیگیره اگر شما خیلی براتون زمان های محاسبات کامپیوتر مهم نیست هر رو روشن بذارید هرچند که خیلی توی سرعت کارتون تاثیر نداره ولی خب گفتم این نکته رو هم شاید بعد نماشه که بدونید خب ما میایم اینجا سراغ زمینمون و اون مبحثی که میخواستیم راجبش صحبت بکنیم که رفلکشن هست من اینجا اگر رفلکشن رو بزنم یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینجا شما غیر از این که بینید به محض که من رفلکشن رو میزنم اینجا سا... رفلم رو میتونم به غیر از سایه هم ببینم و همطور که میبینید رفله من این پایین دیده میشه اگر شما به طور مثال زمینتون رو جابجا جا بکنید جا کاملا مشخص میشه این اتفاق که رفله هاتون چجوری دارن تشکیل میشن من یه ذره میتونم بالاتر بیام یا هم کنترل زد رو بزنم خب کامند زد <applause> خیلی پیسی شد ام... اما یکی از مهمترین قابلیت های رفلکشن ها توی موشن اینه که شما میتونید بلندینگ مودش رو هم تغییر بکن... بدید و تعیین بکنید عموما رفله ها توی طبیعت همینطور که شما میدید اینقدر واضح و شارپ و شفاف نیستن مگر اینکه شما مثلا جلو آینه باشید یا یه چیزی شبیه اون وگرنه معمولا رفلکشن ها فقط قسمت های روشن جسم رو بر نورانی جسم رو رفله میکنن یعنی تقریبا یه چیزی شبیه اینه همونطور که شما اینجا میبینید یه کلیتی ما از این پرتغال میبینیم که قسمت های نورانیش رفله میشن ولی خب دیگه قسمت های دیگهش رو ما نمیبینیم باز بنا به سلیقه خودتون ببینید از کدومی که از اینها میخواهید استفاده کنید و چی کار بکنید ممکنه شما بخواید این رو بذارید روی نرمال ولی رفلکشن رو پایین بیارید مثلا بگید که به جای 80 درصد 50 درصد رفله بده یا یکی از مهمترین عناوین دیگه این بلار امانت هست یا همون تاری رفلکشن چون ما معمولا رفلهی که خیلی شارپ باشه نداریم باز میگم به غیر از آینه چیز دیگه تقریبا نیستش که رفله خیلی شارپ و واضح به ما بده این بلار امانت هم به خاطر همین اینجا هستش و گذاشته شده که شما بتونید اون رو تار بکنید به میزان دلخواهتون و فال آف فال آف باز از اون عناوین خیلی جذاب و مهمه موشن چهاره که بهش اضافه شده حداقل توی زمینه رفلکشن باز ما همونطور که توی سایه تو قسمت قبلی براتون توضیح دادم که سایه به صورت یک تیک و یک شکل ایجاد نمیشه و حتما یه جاهایش تارتر هستش یه جاهایش تیزتره در مورد رفلم همینطوره رفلکشن معمولا از اونجایی که تشکیل میشه خیلی شارپ و خیلی واضحه همینطور که شما دور میشید شدتش کمتر میشه شما اینجا میتونید بیگین دیستنس رو بزنید این که از کجا این فالاف شروع بشه مثلا فالاف من من میخوام از اینجا شروع بشه از این ات... از این جای جسم و ان دیستنس هم پایان فالاف رو تعیین میکنه حالا شما میتونید اون رو خیلی نزدیک بکنید که فالاف بیشتری ببینید و بیشتر احساس بشه و اکسپوننت اه... هم که میزانشه شما میتونید تعیین بکنید که چقدر فالاف شدیدی داشته باشید یا نه فالاف نرمتری داشته باشید مثلا من اینجا ممکنه یک و رو ترجیح بدم خب پس ما غیر از اینی که سایه به صحنه تریدیمون اضافه شده رفلکشن هم اضافه شده و شما میتونید از اونها توی کامپوزیتاتون استفاده بکنید من اینجا اگر بیام توی دورین پرسپکتیومون و یه چرخ ای بزنم و اینجا نشونتون بدم کاملا مشخصه که اتفاقی که افتاده به چه صورته اما این نکته رو در نظر داشته باشید که همونطور که شما میبینید الان اینجا این صحنه یه مقدار کنتر شده موقع رندر هم زمان بیشتری از شما میگیره برای سریعتر شدن صحنه همونطور که خدمتون گفتم میتونید یونیفرم شدوز رو روشن بکنید رفلاتون رو اگر فعلا نیازی ندارید و اوکی بودن از نظرتون خاموش بکنید موقع رندر روشن بکنید و یکی از چیزهای دیگه هم که میتونه خیلی بهتون کمک بکنه این عنوان کوالیتیه شما اگر روی درفت بذارید کوالیتی رو یه مقدار کیفیت رو پایین میاره اما موقع دیدن صحنه خیلی سریعتر به شما نمایش میده و خیلی اینتراکتیو تره اصطلاحا خب اینم از بحث رفلکشن